سرعت در هوا با سرعت روی زمین چه تفاوتی دارد؟ برای تنظیم قدرت معین، سرعت واقعی هوا با ارتفاع افزایش پیدا می‌کند، چون به دلیل چگالی کمتر هوا درگ کمتری وجود دارد. به دلیل همین واقعیت ساده، هواپیماها توی ارتفاع بالا کارآمدتر هستند. اگه کنجکاوین بدونید سرعت در هوا با سرعت در زمین چه تفاوتی داره، این ویدیو رو تا پایان با ما همراه باشید. سلام، به کانال تکسون تیوی خوش اومدید. اگه هنوز به کانال ما سابسکرایب نکردین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. بریم که با هم ببینیم چه تفاوتی بین سرعت در هوا با سرعت روی زمین وجود داره. سرعت خارق‌العاده یک هواپیما. بر اساس گزارش سازمان‌های هواپیمایی، توی فوریه سال 2019 یک هواپیمای بوئینگ 787 متعلق به شرکت ویرجین آتلانتیک که از لس آنجلس به سمت لندن در پرواز بود، بر فراز ایالت پنسیلوانیا به سرعت خارق‌العاده 1289 کیلومتر بر ساعت رسید. البته سرعت این هواپیما فقط به خاطر سریع بودن اون ثبت نشد، بلکه دلیل مهم بودن این اتفاق جریان هوایی بود که این هواپیما به دنبال خودش ایجاد کرده بود. این هواپیما جریانی با سرعت 371.7 کیلومتر بر ساعت در دنباله خودش ایجاد کرد. این سرعت جریان هوا توی 60 سال گذشته بی سابقه بود. بنا به گزارش سازمان‌های هواپیمایی، بوئینگ 787 ویرجین آتلانتیک از سرعت مرسوم هواپیماها که 902.8 کیلومتر بر ساعت بوده، فراتر رفته. با این حال باید بدونید که بین سرعت در آسمان و سرعت روی زمین تفاوت‌هایی وجود داره. سرعت در آسمان و سرعت روی زمین تفاوت داره. متخصصین ناسا در وبسایت ناسا به این تفاوت اشاره کردند. سرعت بر روی زمین به معنی سرعت حرکت یک هواپیما به نسبت یک نقطه ثابت بر روی زمین هستش. میشه گفت که بر روی زمین سرعت هواپیما در واقع سرعت حرکت سایه هواپیما بر روی زمین هستش. اگه یک باد قوی هواپیما رو به جلو هل بده، میشه این حرکت رو در سرعت زمینی اون دید. برخلاف سرعت بر روی زمین، سرعت در آسمان در واقع سرعتیه که یک هواپیما تحت نیروی خودش پرواز میکنه که برای محاسبه اون باید سرعت باد رو از سرعت زمینی هواپیما کم کرد. متخصصین ناسا میگن در یک روز معمولی و بدون باد، سرعت هوایی و سرعت بر روی زمین با هم برابرن. ولی اگه باد در جهت حرکت هواپیما بوزه، سرعت هوایی کمتر از سرعت زمینی خواهد شد. سرعت هوایی فقط هواپیما رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه روی وسایل حمل و نقل روی زمین هم تاثیر میذاره. محققین توضیح دادن که سرعت هوایی یک اتومبیل در اتوبان در واقع همون چیزی که بازه سوخت اتومبیل رو تعیین میکنه و قابل مقایسه با سرعت زمینی و یا سرعتی که کیلومتر شمار اتومبیل نشون میده نیست. حالا شما به ما بگین سرعت حرکت زمین چقدره؟ آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا توی هواپیما نباید قهوه نوشی؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.